روزمندیم در دره دوکانی، زیباترین دره ولایت بامیان است که شما شاید کمتر دیده باشید و کمتر آمده باشید. اگر توانستید در سال آینده امسال بتوانید اینجا بیاین، از زیباییشان شما لذت ببرید. سلام خدمت شما بیننده های عزیز، امیدوار هستم در هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به یک دیگر از برنامه های ما. خوشحال هستم باز هم من حفیظ اختیارزاده در خدمت شما خوبان قرار دارم. امروز آمدیم در دره دوکانی، زیباترین دره ولایت بامیان است که شما شاید کمتر دیده باشید و کمتر آمده باشید. اگر توانستید در سال آینده امسال بتوانید اینجا بیاین، از زیباییشان شما لذت ببرین. بسیار یک فضای خوب داره و یک آب و هوای خوب داره و همچنان بسیار یک آب خوب داره. حالا میریم قد از این مردم صحبت میکنیم در مورد از این دره. بیننده های عزیز، به گفته مردم در این دره زیبا 11 قلعه تاریخی وجود داره که این قلعه های تاریخی از دوره بودایان باقی مانده، ولی بسیار آثار کمی باقی مانده. البته در پشت سر ما اینجا تقریبا 3 از نمای از قلعه معلوم میشه که انشاءالله میریم از نزدیک اونه در شما به معرفی میگیریم و همچنان از نزدیک برای شما تصویر میدیم. پس تا آخر بیننده باشید. دوست عزیز، ما یکی از دیاقین این منطقه را، همین قریه را پیدا کردیم. قضی اینا صحبت میکنیم که اینجا اینا چی داشتن؟ کچالو او میدادن. چون این منطقه هم کسته فکر کنم یک ذره حاصلاتشان و میاجات ایناشان پسانتر میرسه. ما قضی برار صحبت میکنیم که در مورد این منطقه در شما معلومات بگیم. خوب هستی برار؟ شکر. سلامت باشی. نام شما چیسته؟ نام سروره. سروره؟ بله. همیزی منطقه ای؟ بله، همیزی منطقه ای. چند سال میشه دیقانی داری اینجا؟ دیقانی یعنی میشه 10 سال 15 سال هستم. امیزی خود در این منطقه هستی 10 سال 15 سال زندگی دیقانی؟ آره خود دیقانی میکنم. امسال کچالو کشت کردی؟ کچالو کشت کردی، بله. چطور حاصلات؟ حاصلات والا حاصلات سیه نیه دیگه. کچالو رو گارگو این تا کوی سرما میزنه خشک میکنه دیگه. این وقتی سال هم که شد دیگه هم مفهمی دیگه کم میشه دیگه. نه از نو فلان یلمین چی کاسه سو تقسیم دیگه. امروز نوبت دستیه؟ امروز نوبت دمای تو سو 6 باشه، با 6 بجا اون قلای پوینی مو بره اونو. دو قلای کلان کس؟ آره قلای پوین اونجا مو بره. چقدر زمین کچالو کشت که خودت؟ کچالو یک دو تیک از خود ما یک 3 تیک دیگه فرمود از دیقانی. دیقانی هم گرفته؟ آره دیقانی هم گرفته. دیقانی را چه رقم گرفته؟ دیقانی دیگه اون 6 و 1 دیگه. یک تقسیم تو میگیری، 6 تقسیم صاحبی؟ آفرین. نه 5 اولوق میگیره، یک سیر ما میگیره. یعنی فرد مثلا 5 سیر او میگیره، یک سیر ما میگیره. بازی رقم میصرفه، زیاد سر فشار نمی کارش. والا فشار می دیگر فرمودی دا وقت یک شونده و خوک داده شی اولوق کم در کومگا دیگه شون بور دروز دیگه اون دیقون میدن فرمودی کارش میدن او بیتی دیگه برادر اون فرمودی سو پارو کلبا و دیگه
زحمت دستر دیقون هست دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ همین کچالو رو تال چند دفعه دادی؟ کچالو را او تا شمار نگرفتیم دیگه، یعنی بعد شاید اک سیاوی دیگه بخوره دیگه، او تا شمار اگه بگیری خیلی هاو موشه دیگه است، بیست هاو هم تقریبا موشه دیگه، یعنی بعد دیگه شاید اک سیاوی دیگه بخوره دیگه. حالا دیگه جای بامیان کچالو میخوره، مردم جمع کرده، گندم جمع کرده، شما هنوز هاو میدید؟ از مو مو فهمیدیم تا میزونه، تا پنج میزونه، شش میزونه ملوش نمکنی. اینجا اصلا ملک سرقدن کم ظرف بود، پوست کشت میشه سردن سرده باز، یعنی سال کم ظرف بارندگی کردن زیوری بیخی دمی اول جوزا بیخی کشت کرد. پسان کشت کرد دیگه؟ پسان این سال که بیخی پوست شده کم ظرف بارندگی کرد. این سال شما گفتین که بارندگی کرده، باز همی حاصلات در نظر خودت به عنوان یک دهقانی که کار دمی است، یعنی گلش هم درونه کدی، خودش هم لاش نکدی، یعنی چی فکر میکنی؟ این سال خوب است؟ والا خوب است، در کو کسر خوبه، در فرمود در کو فرمود علف شده دیگه، خور شده دیگه، در زمین ها دیگه هم خوبه خوبه دیگه، فرمود او کمک در سرحد کلوترک شده دیگه. یعنی امسال کموی نداری؟ نه تایتن دیگه با هم تو کموی نداری دیگه، او تو دیگه کما واسه یعنی مال باسه، یعنی کل جای دکانی را این سه دقان گرفته. سه دقان؟ سه دقان دیگه، اگر نه فرمودی میگر که بادای شجانی اونزو قلای پایینی که یعنی جای او مخوره تو قلای، یعنی فرمودی یعنی اوش سه دقانه بغیر ادمان سه دقان دیگه گرفته، اوش سا تقسیم هسته دیگه. هم امروز؟ این امروز، یعنی ساعت یعنی ساعت شش باشه هم از موری شوه مورا. یعنی رقم سیار خوب. حال یعنی آقلی که اینجا پیش سر ما معلوم میشه، خود دمزی آقل میشنی؟ ما آره فهمید دمزی آقل پولی مهمبر نمیشنم، اون بالا خانوی بغلی که کست اون خانوی سر ما خود من اینجا میشنم. خب بسیار. اینجا چند خانه زندگی میکنه؟ اینجا سابقه که خانه خیلی بود، ولی شاید لک 27 خانه 28 خانه دمی آقلی که مون میشنی شاید باشد. کجا رفته آقلی؟ یو رفته دیگه فهمید یک تیداش کابل رفته، یک تیداش دیگه دمی خود دمی مرکز دمی تگایو بامیان نیمین چی کش رفته دیگه، یک تیداش کابل رفته، یک تیداش دیگه شم سینای مزار و گران رفته. یه منجور است دیگه این زمین های کم کسی که داره فهمید نیمگی این تا چیزها داده دم مردم ها. بسیار خوب. این حالی دزما بگید امسال نرخ کچالو چند است؟ یعنی راضی هستی؟ پار سال چطور بود؟ امسال چطور است؟ کدام سال خوب بود دهقانیش مو؟ والله امسال که تایسن موید سودا نکده ایجش اون متفاوت فهمید خبر موشی که موگی شیو فهمید یک 90 روپیه 85 روپیه سودا فروخت موشه. ما که خود نه پار سال بودای شجن 100 روپیه فهمید سودا کردم، 100 روپیه سودا کردم دیگه فهمید وانا تقریبا خودم 90 روپیه 70 دیگه دم پار سال فهمید فایده کرد 7000 8000 بودای شجن پیسه وشور شد او را دادیم دیگه فهمیدی کوچ خوری، اگه کوچ سنجش کنی قلب را سنجش کنی بار دراز یا دوری را سنجش کنی دیگه پرور را سنجش کنی یا اگه سنجش کنی که هیچ نتیجه نمیده دیگه. اون پر سال نه پرور سال اون 130 و 120 رفت اون کما گوری همون سال راضی بودی دیگه؟ کم داره خوب بود فضل خدا خوب بود. راضی بودی؟ این سال که ارزان است پار سالم که خوبتر بود دیگه؟ نه پار سال ورمو من خود مثلا سودا کدوم برادر ورمو چند سال سیر شد؟ ها؟ چی قصد شد که چالون تو؟ پار سال از ما از خود نک پنج سال سیر رک شش سال سیر شد. ماشاءالله دیقان بدی؟ یک نیست دیقان، یک نیست بدی که فهمید یک تیکه که از خود ما بود. بسیار خوب. انشالله که در کار و بار و دیقانیت برکت بشه امسال هم بخیر بشه شما هم جور بشه. خوب هم تو پنج سال بگیری از کچالو گندم اخو نمو فرشی نه؟ گندم هم نه دیگه گندم هم فهمو دارم خودون هم فهمو خوراک میکنید بازی گندم های والی گندم های صحابی خب نیست فهمو تنها نان نموشه اون هم فهمو دی یک دو بجی سه بجی وارد وطنی اون یک دو بجی وارد بازار میاری کچی گرد میکنی اون مورا تنها نان نموشه دیگه. اره نان از خوب نمیست میچقه نه؟ دیگه خیلی زیاد تشکر که صحبت کردیم، انشالله که موفق باشی و اینجا که میوه میوه چیزا خو نمیشه بقدر. والله میوه بعضی کسا داره بعضی کسا نداره. ما خود میشه زردالو سیو این بعضی خونه یک بیست درختی ده درختی داره این ترکیب که فهمیدی سودا کنه برادر بو برادر بازار سودا کنه اشی پول بگره نداره او تر کس نداره اون پنج دانه ده دانه برادر شجانیم کسیم برای وشتکای خود. اینجا دیگه مردم مالدار و چیه دیگه زمین داره؟ آره بعض یعنی واقعی ما از می یعنی سی دانه و چل دانه که مال داشته باشد دیگه اونو بالا شاید مال داشته باشد اونو بالا مال داشته باشد یعنی واقعی تا این بو یعنی جمع که یک مال نداره.
دیگه نوغل پایینی اگه مال داشته باشه اون قلای پایینی پایین از سر کتال که برمشی اون اونجی مال داشته باشه دیگه خب واقل ما شما این منز یک پانک اون که زیاد بگیر یک چل دانه مال داشته باشه دیگه زیاد مال نداره. خیلی زیاد تشکر، خوشحال شدیم، قربانی، سلامت باش بنده عزیز. معلوماتی که در مورد این منطقه واقل گرفتم و همچنان در مورد کشت زراعت و مالداری اینا پس برنامه رو بینده باشد. ما آمدیم در پیش هم از اون قلعه تاریخی که اینا گفته بودند از ما بود دهقان اینجا البته چند خانه هسته دیگه بینگریم اگر کسی پیدا کنید در مورد این قلعه صحبت کرد، اگر نه که مجبور استیم که خلاصه خود ما اگران چیز بگیم. اینجا همسایه هم زیاد داره، اون طرف هم خانه هسته، اینی اصلی دروازه قلعه هسته فعلا دیگه چی شده. سلام علیکم، خوب استی برا؟ سید خوب، سلامه، در فرشکتی. نام شما چیزه؟ نام مهدی. مهدی دم اینجا میشنی؟ ها دم اینجا میشنی. چند سال شده اینجا میشنی؟ یک سه سال میشه. سه سال تازه همه دیخوایی؟ تازه همه. دهقان از منطقه ای؟ ها دهقان شد. خب. ای قلار خبر داری چند دانه خانه در چند فامیل اینجا میشنی؟ از قلار یک فامیل میشنه دیگه خالیه دی دیوالایش. یک شما هم اینجا میشنی؟ ها یک شما. خب بسیار خوب. این قلوک دسته سلام دی برجایشی چیزایش جور خانایشی؟ ها جور بود، ما دنجی دو سال شده یعنی یک طرف شی کوچ کده. کوچ کده؟ ها. خبر نداری که چقدر دیر موسا این قلور چند سال موسا؟ ما چون دیگه والی دیگه از چیزام دیگه ده چیز نمانده که کی جور شده نشده دیگه. اما زو صاحب قص. خب برم یک دفعه میر بینگم. بیندا عزیز این قلوک قسمی است، البته می 11 دونه قلو اینجاست. ما هم قلوی کلان چا اومدیم. این قلعه در دره دکانی موقع داره نگه، اینمی هم قلعه یک سالیم منده امی هسته و این نظر در معلوماتی که ما گرفتیم. خب اینی برجای شده دیگه نی؟ اینی برجای شده. اینجا چه؟ اینجا دیوال هست. خب بیا اینی طرف بریم، نظر در معلوماتی که بنده عزیز ما گرفتیم میگه چی هسته؟ پیش از دوره اسلام یعنی در دوره بودایا وقتی که بود بامیان ساخته میشده بوده ای قلعه جور شده و 11 دانه قلعه که بسیار مرحله وار است، یک پایین است، اینجا است، بال است، هم تو رفت این تا سری بسیار نظر در معلومات که ما از مردم منطقه گرفتیم از آقیل بالا دیگه بسیار یک قلعه بزرگ و همی کاری که دنیش ده. اینی منطقه است چپن شده امسال؟ اینی می چپن شده. پار سال چپن شده امسال؟ پار سال. پار سال چپن شد؟ این برجای سالیمه دیگه نه؟ آه سالیمه. در کل؟ آه سالیم هم دیگه، ما دیگه چی کده بارش کده دیگه کم زره شاریده. آه شاریده. یک از ترمیم هم نکده دیگه؟ ترمیم هم نه دیگه دیگه. تو هنوز کس برای دیدن هم دیدم سه سال شما برای دیدن از قلعه آمده؟ آه آمده. از کجا؟ از خارج. خب مردم های خارجی جای تاریخی رو میگرد دیگه نه؟ آه. از خود باز اینجا چند خانه در قلعه هست؟ دم دور بر قلعه چند فامیل زندگی میکنه؟ یک هفت فامیل هست. هفت فامیل هسته؟ کلن هم مردم های دهقان هست یا همیز خود از منطقه هست؟ از خود منطقه هست. از خود منطقه هست. شما هم از اینجی؟ نه از ما از اینجی. از کجای؟ از شهیدانی. خب شما شهیدان هم هست. خب اینا اقشان هست گناهش نه که در این قسمت معلومات نده. خب بنده های عزیز یعنی طرف شما بیاین که ما اینجا یک چند دانه نقشه هسته اگر خوب دیده شوه. یعنی فکر کنم اینجا امو خانه و چیش بوده؟ خانه دو منزلش نه؟ اینجا رو بیندازید میگرید چقدر لشم کاری شده دو دوره اینه این رو لشم کاری کده بوده دیگه. اینی فکر کنم انواریش هست که کلن از گیل و چوب ساخته شده می انواری و کلکینچگه که نوشی که دیگه. اونو طرف هم که هسته بینده عزیز هم یکی از برج های عزیز هسته که تخریب شده و اینی قسمت
خودش ما نشان بیدم اینی ایم یک طرف از برچ است دروازهش از اینجا بوده از پایین که اینی هم تخریب این دیگه خودش کوچ کرده نه؟ خودش کوچ کرده در سه سال کوچ نکرده؟ نه دیگه اینجا فکر میکن بندو عزیز خیلی خانه زیاد بوده یعنی هر طرفه که میگریم این دو منزل بوده این منزلش پوشانده بوده او طرف هم معلوم میشه خلاصه اینمی چهار طرف از این چی بوده خانه بوده بجوزی که من کالش یک دهلیز واری دیدم میشه دیگه چهار طرف از این جوی سری چوبی هم تیری خانه دیدم میشه خانه دو منزله بوده دو دورای بودایان بوده یا دوره اسلام بوده یا خلاصه دمی آخیر اینا رو ساخته ولی اینی اصلی پخشه و مثلا باش من شما رو نشان بیدم اصلی هم دیوار ازی که هسته دیوار قدیم است یعنی ما که فکر میکنم بر یه نمزی دیوار ازی شاید یک کنیم متر به که اگر یک کنیم متر نباشه این قدر محکم و چی نبوده و شاید در دورانی که این دیوار رو می ساخته اینال اینی از سیمیت کدم این مال سخت است کنده این نمیشه این آستا آستا این چند سال شده 200 سال شده 300 سال شده آستا آستا این زیر باریش آب شده دیگه اگه خیلی سخته دیوارش دیوارش خیلی محکمه نه؟ خیلی سخت خوب بینین دای عزیز این قلعه در کل یک قلعه تاریخی و قلعه ما که فکر میکنم یک قلعه نظامی بوده در اصل و این قلعه تا جایی را که ما همی تفکر میکنم این سه منزل بوده در اصل یا در دوره بودایا بوده یا در بعد از بودایا این سه منزل بوده قسمی که شما بینید عزیز میگرید اونجا بسیار یک بخشی از دیوار اتاق مانده که خیلی لشم و ظریف کار شده که نمیفهم که از کدام دوره است که هنوز همونم روی ازو که اگر باریش هم زده یا آب خورده هنوز سالم است و همچنان اینی طرف که چپه شده در برنامه هم شما گفتم دیگه اینی برجایی را که چهار طرف میگرید مثلا یک برج دو برج سه برج یک برج همی طرف چهار برج اینی چهار برج که بوده برج حفاظت از امزی قلعه بوده در اصل همی نقشه قلعه که ساخته شده و این طراحی شده در کل یک قلعه نظامی است که باز بعد از دوران بودایان و در دوره اسلام اینا باز من که فکر میکنم این کم کم مردم اینی میتر مثل از ما شما در روال عادی آمده داخل از خانه ساخته و برادر اتاق ساخته ولی در اصل که من میگرم یعنی جوی تیری چوب یا پوشانده چوب خیلی بلند بلند زده و خیلی کلان کندگی اینا خیلی از قدیم است ولی متاسفانه برجای ازی در کل شارده یعنی خانه شاید فکر کنم در یه آخر ساخته شده برجای ازی در کل شارده ولی رای رفتن هم در چی نداره یعنی داخل ازی ما بریم یعنی برجش که است در دو سال سه سال اخیر قسمی که برادر ما گفتک دو سال سه سال اخیر یعنی زوری او باریش چپش ده نه؟ این قسمتی خیلی بلند بوده نمیفهم که چند پخصه دیگه ای بوده ولی که من حساب کنم تقریبا 6 10 12 زده تقریبا 20 پخصه ای را زده بوده 20 پخصه تنها میشه است که از این بلند از چقدر بوده که ای را باریش شارانده و بسیار یک قلعه پخته محکم با پایسنگ های 1.5 متر بر این ساخته شده ما که در بالا پرسان کردم گفت که در کل قلعه قلعه نظامی بوده و این قلعه خیلی قدامت داره این از دوره بودایان است که هنوز هم تانوز کس اینجا نموده و از این تصویر نداده انشاءالله که این برنامه مورد پسند قرار بگیره و دفعه بعد بتانیم که اگه معلومات تکمیلی در مورد از این صحبت کنیم خب بنده عزیز یعنی داخل بیاین شما سعی کنید یعنی خلبه دمی کلمه چیز هست ولی همین نقشه ساختن قلعه رو چه برج شما سعی بسیار یک مثل چی ساخته شده خشتای دوره بودایی هسته یعنی در بودای بامیان هم که در مغاره هایی که خشت کار شده بوده امزی خشت است خشتایی که فعلا دود زده اینا رو دیگه خشتش امزو خشت است و بسیار این دوره ای کار کرده که بسیار محکم به امزو خاطر است که برجا استاد شده و از بلندش هم که من میبینم ما چند منزل بوده یک دو سه تلوانی امی برجا از این چهار منزل بوده برج محافظاتی شه یک منزل اولش که بیخی تخریب شده دیگه در کل یعنی سینه دیوار و کار کردن از اینا که ما شما میبینیم و یعنی دیوارای که است به حد پخته و محکم است
یعنی از سیمیت کردین مال این دیوار محکم مالم شه، این کنده نمیشه، من زحمت خور کشیدم. خب بیننده عزیز، امیدوارم که این برنامه خوشتون آمده باشه و از این تصویرهایی که ما از قلعه دادیم و این قلعه رو شما معرفی کردیم و این منطقه رو معرفی کردیم خوشتون آمده باشه. منتظر لایک، سابسکرایب به حمایت کومیندا و نظریات شما هستیم، همچون ساحات تاریخی که شما در نظر دارین و دیدین در منطقه شما در آغیل شما هسته، دمو معرفی کنیم که در برنامه قریه در نظر بگیریم و باری معرفی کنیم. از تک تک شما تشکری میکنیم، تا برنامه دیگه در خدمت شما قرار میگیریم. خداوند یار و نگهدار.